پرسپولیس بود یکم این بازی مقابل سپاسی فرصت برای سبای قم یه ضربه و به تیر دروازه برخورد میکنه. بعد شانس میلاد سلیمان فلاح پاس رو عقب یه ارسال روی دروازه و این توپ که احتمالاً از این سمت به بیرون میره. صادقی فرصت برای شوت زنی ضربه از راه دور و باز هم به تیر دروازه. چقدر بد شانس هم سبایا در این مسابقه. باز هم موقعیت برای سبایا فرید کریمی این توپ به کورنر میره. توپ رو بلند میفرسته به زمین سبا موقعیت برای فج این توپ و این گل میشه یا نه؟ نه توپ بیرون میره. برای همین که در این مسابقه به بهمن تماسبی ترجیح داده شده خودش خیلیه. فرصت برای سبای قم و توی دروازه بالاخره دروازه باز میشه و دیوید سانیا اولین گل این مسابقه رو به ثمر میرسونه. سبا یک سپاسی شیراز صفر. صادقی ارسال روی دروازه موقعیت برای میلاد سلیمان فلاح یه چرخش و امیدوارم آسیب ندیده باشه که ندید و این هم ضربه دیوید سانیا خیلی قشنگ زد روی پای راست. فرصت برای فجر انصاری فرصت برای جابر انصاری و این ضربه که خیلی خوب گرفت حامد لک. در این مسابقه اتفاق افتاده. فرصت برای فجر یه پاس پشت مدافعین تک به تک به حامد لک و بازم حامد لک خروجه به موقعی داره از دروازه سبای قم دفاع میکنه. تا دقیقه 55 1-1 هستن. این ضربه آزاد رو برای تیم فجر ببینیم و بقیه نتایج رو عرض بکنم. تو بلند میاد روی دروازه و توی دروازه گل مساوی برای فجر به ثمر میرسه. سبا اینقدر عقب نشینی کرد که به فجر اجازه بده تا برای گلزنی موقعیت ایجاد بکنه. فکر کنم سید محمدرضا حسینی بود که دروازه رو باز کرد. یه بازی حساس خواهد داشت. فرصت برای فجر جابر انصاری فرصت برای فجر سپاسی و مشتبه مومینی پور ملوان چهارم. ملوان این تا قبل از بازی های پایان بازی های هفته پنجم هست. دور میزنه مدافع تیم سوارو فرصت برای فجر یه پاس به بیرون و این ضربه که مدافع این برمیگردونه. این اولی میدونه هوا برای بچه ها مشکل ایجاد کرده بود و راستیاتش سیستم بازی و کار تیم سبا رو فکر میکردم با نفرات دیگری هست. تو نیمه دوم بچه‌ها اون بچه‌هایی بودن که ما انتظار داریم ازشون. خب میدونید که حتی سه گل دیگه هم میتونستن به راحتی بزنن. منتش خب تعلق یه مقدار فشار بازی و خستگی تو ساخهای بچه‌ها اجازه نداد که نتیجه نهایی گرفته بشه. نیمه اول نیمه خوبی داشتیم. ما حتی به گل هم رسیدیم و نظم خوبی هم داشتیم و میتونستیم حتی گل‌های بیشتری بزنیم، ولی نیمه دوم یه مقدار این نظم از بین رفت و متاسفانه فضاهای کناری رو ما به راحتی بهشون دادیم و از این فضا هم ضربه خوردیم. هفته گذشته اصحاب رسانه‌ها خیلی یه خبری پیچید که آقای یحیی گل‌محمدی استعفا کرده. راجع به این قضیه توضیح می‌فرمایید؟ یه مشکل کوچیکی پیش اومده بود که گفتم با یکی از بازیکن‌ها مشکل پیش اومده. نه با هیچ بازیکنی مشکلی نداشتیم. خوشبختانه حل شد.